بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام. شما بیننده هایی که از سراسر دنیا، کشورهای مختلف، با عقاید، باورها و ملیت های متفاوت برنامه هشتگ سوژه رو برای مشاهده انتخاب کرده اید، خدا رو شکر که این قسمت از برنامه هشتگ سوژه هم از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. سوژه امشب ما راجع به دعایی است که در کتب ادعیه و روایی هر جا سخن از دعای علوی مصری به میان آمده برای معرفی این دعا نوشته اند دعایی سریع الاجابه، دعایی که بسیار مجرب است. افراد زیادی در تنگناها و مشکلات تجربه کرده اند قرائت این دعا را و جواب گرفته اند. در برنامه امشب هشتگ سوژه میخوام راجع به دعای علوی مصری با شما صحبت کنم و نظر شما رو راجع به این که چگونه این دعا به شخصی به نام علوی مصری آموزش داده شد، از کدام معصوم بود، در چه دوره ای بود و صحبت هایی مهم راجع به این که این شخصی که این دعا بهش آموزش داده شد برای رهایی از مشکلش که حاکمی ظالم و دیکتاتور قصد جان او را کرده بود، این شخص در چه شرایطی قرار داشت، در چه حکومتی بود، آن حکومت ظالم و دیکتاتور چه ویژگی هایی داشت، انشاءالله در این زمینه با شما امشب سخن خواهم گفت. امشب و در 649مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از شما میپرسم دعای علوی مصری از کدام معصوم، کجا و چگونه صادر شده است؟ از آثار بی نظیر دعای علوی مصری در مواجهه با مشکلات، به ویژه در امان ماندن از حاکم ظالم چه میدانید؟ با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، از اکنون حدود 50 دقیقه فرصت دارید که تماس بله حدود 40 دقیقه فرصت دارید که تماس بگیرید یا نظر خودتون رو به صورت پیام صوتی برای برنامه هشتگ سوژه ارسال کنید و
به سوال امشب برنامه پاسخ بدید. خدمتتون عرض کنم قضیه این که در چه حکومتی، در چه کشوری، چه اتفاقهایی افتاد که این شخص به نام محمد ابن علی که از علویان بود، علوی به معنای شیعه، علوی به معنای پیرو امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون در زمان بنی العباس مخصوصا پیروان اهل بیت علیهم السلام، پیروان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را علوی مینامیدند و در تاریخ اگر مطالعه بفرمایید حکایت‌های فراوانی راجع به علوی‌ها در آن زمان، یعنی شیعیان و محبین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آن زمان هست و در برخی موارد واژه علوی‌ها اختصاص یافته به فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی ساداتی که از نسبشون به امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌رسیده که راجع به شخص علوی مصری هم این چنین است. محمد ابن علی مصری که در مصر ساکن بوده، نوشتن که نسبش به امیرالمؤمنین علی علیه السلام باز میگشته، لذا این شخص به علوی مشهور بوده و این افراد به علوی مشهور بودند. در زمان حکومت بنی العباس والیانی که میگماردند بر کشور مصر و شامات، شام، بسیار خوب متعصب بودند و دشمن امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند، لذا در چند دوره میبینیم که شیعیان و محبین امیرالمؤمنین و سادات و علوی ها، فرزندان اهل بیت علیهم السلام، از کشور مصر اخراج شدند به طور کامل. خب وضعیت فرزندان اهل بیت علیهم السلام، نوادگان امیرالمؤمنین و سادات و محبین و شیعیان امیرالمؤمنین به گونه ای بود که آواره بودند از کشوری به کشور دیگر و از شهری به شهر دیگر، مفصل در تاریخ نقل شده، به سبب جنایت‌های حاکمان ظالم و دیکتاتوری که بودند و دشمن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دشمن شیعیان و مذهب حقه شیعه بودند. هرچند بنی العباس نیز خود را حامی اهل بیت می‌خواندند، حالا بگذاریم از این که چگونه حکومتشون رو شروع کردن بنی العباس، با چه شعارهایی شروع کردن و در ظاهر چگونه خود را جزو مریدان پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر تلقی می کردن، هرچند آنها هم از سادات بودند. و بگذاریم عرض کنم خدمت شما در زمان بنی العباس در مصر، خب افراد زیادی والی و حاکم مصر بودند که جزئیات، نام اونها و چه سالهایی حکومت می‌کردند در مصر مفصل در کتب تاریخی بیان شده. یکی از حاکمان مصر احمد ابن طولون هست. طولون با تی دستدار، تی طول و عرض، که در تاریخ اگر کسانی که اهل تحقیق هستند از بیننده های محترم و فرهیخته برنامه هشتگ سوژه، دولت بنی طولون رو میتونید مطالعه بکنید، یا حکومت طولونیان یا دولت طولونی، با این عبارت ها کامل راجع به طولونیه یا حکومت طولونیان انشاءالله میتونید مطالب بیشتری رو کسب کنید و در این زمینه آگاه بشید. سلام و درود به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پرچمدار بزرگ حق گوی عالم و کسی که هرگز زیر بار ظلم حکام ظالم نرفت و الگویی شد برای تمام آزادی خواهان جهان. دعای علوی مصری از جمله ادعیه‌ای هستند که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به یکی از سادات مصر آموزش دادند و از خواص این دعا این هستش که اگر چنانچه حاکم ظالمی بر جامعه مسلمین در هر نقطه از جهان حاکم باشد، با این دعا میتونید شما با خوندن این دعا از صمیم قلب این
خواسته رو از خداوند به اجابت برسانید که اون حاکم ظالم هلاک می شود و ظلم و ستم هایی که می کنه اتمام پیدا می کنه با هلاک این حاکم ظالم و نجات تمام شیعیان انشاءالله و تمام مسلمین و تمام مردم جان از دست تمام حکامی که ظلم می کنند و فاسد هستند حاصل شود به برکت این دعا و برکت صلوات بر محمد آل پاکش. اللهم صل. بله، تشکر میکنم از آقای فرهاد که نظرشون رو به صورت وایس ارسال کردند، دیدید و شنیدید. خدمت شما بیننده های محترم عرض کنم، احمد ابن طولون که حاکم مصر بود از جانب بنی العباس که تاریخ دو جور نقل کرده، حکومت احمد ابن طولون رو مشهور این هست که از جانب بنی العباس حاکم مصر شد و سپس اعلام استقلال کرد. برخی هم نگاشتند که نه، در ابتدا حکم معاونت حاکم مصر رو داشت و پس از آن کودتا کرد و طی جریاناتی شد حاکم مصر. به هر حال حاکم مصر شد احمد ابن طولون، چه اینکه از طرف بنی العباس رسما حاکم شده باشه، چه اینکه کودتا کرده باشه، و توانست حکومت طولونیه رو در مصر تأسیس کنه بعد از اینکه اعلام استقلال کرد. سالیانی حکومت کرد. حکومت او بسیار تفاصیل دارد، جزئیاتش با ذکر تاریخ دقیق در کتب تاریخی نقل شده و نگاشته شده. به جهت قدرتی که به دست آورد احمد ابن طولون، چون اصالتاً ترک بود احمد ابن طولون و ترک ها در حکومت بنی العباس زمانی رسید که جایگاه ویژه‌ای داشتن، حتی منصب ها و سمت های کلیدی در حکومت بنی العباس به ترک ها داده می شد، حتی به جایی رسید که سکه به نام ترک ها زده می شد، رسما حکومت و دولت بنی العباس در کنار نام پادشاه وقت از ترک ها یاد می کرد در سکه ها، و قدرت فراوانی به دست آورد از این طریق، چون اصالتا ترک بود. ترک ها هم در حکومت بنی العباس جایگاه خاصی به دست آوردن، توانست که قدرت لازم رو در مصر به دست بیاره و دیکتاتوری به تمام معنا بود در مصر. پس از اینکه اعلام استقلال کرد، قیام های زیادی بر علیه او شکل گرفت، توانست به واسطه اون حکومت دیکتاتوری که بنا کرده بود تمام قیام ها رو سرکوب کنه، تا جایی که نوشته اند وقتی که برای سرکوب برخی قیام ها به شام رفت، احمد ابن طولون و پسرش عباس رو به جای خود برای رسیدگی به امور مصر قرار داد. در اون زمان، در اون مدت، پسرش حالا با کمک گرفتن از برخی و اینکه برخی او رو تحریک کردند، به عبارتی پسرش اعلام کرد که بر علیه پدر کودتا کرده و حکومت مصر رو در دست گرفته. خب احمد ابن طولون از شام به مصر بازگشت و با ایادی که داشت در حکومت مصر که همراهان و همکاران او بودند، توانست احمد ابن طولون پسرش عباس رو دستگیر کنه. ببینید این شخص تا چه حد دیکتاتور بود که پسر خودش رو به زندان افکند و عاقبت پس از مدتی در زندان جان داد. زندانهایی که او بنا نهاده بود در مصر بسیار زندانهای مخوفی بود. شکنجه هایی که انجام میداد برای زندانیان که عموماً زندانیان یا علوی ها بودند، شیعیان و محبین امیر المؤمنین علی علیه السلام بودند، یا منتقدین او در حکومت بودند و دشمنان سیاسی او بودند. حتی برکت و سبایی در مصر تأسیس کرده بود احمد ابن طولون که دشمنان خودش رو مقابل شیران درنده و
حیوانات درنده می انداخت و اونها رو پاره پاره می کردند و در برخی موارد بدنهای نیمه جان اونها و بدنهای پاره پاره اونها رو به رود نیل می انداخت. این چکیده مطلب راجع به احمد ابن طولون، اما به تفصیل که حالا فرصت نمیشه، اما قدری بیشتر از اوضاع و احوال و فضای حاکم بر مصر آن زمان میخوام براتون صحبت کنم که ببینید در چه شرایطی محمد ابن علی مصری که از سادات و از نوادگان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود به خاطر چه شکایت کرد به امام زمان خودش و چه بلاهایی سر مردم می آورد احمد ابن طولون، در چه شرایطی بود و چگونه خدای متعال در بدترین شدائد، در بدترین شرایط دست انسانهای صالح و نیکوکار رو خواهد گرفت. بیننده های محترمی که به شبکه امام حسین علیه السلام تماس میگیرید، پیام میدید، التماس دعا دارید، از گرفتاری های عدیده ای که حاکمان ظالم برای شما به وجود آورده اند شکایت میکنید به خدای متعال و التماس دعا دارید. خوب دقت داشته باشید که در چه شرایطی محمد ابن علی مصری شکایت کرد به خدای متعال و خدای متعال او رو از چنگال حاکم دیکتاتوری همچون احمد ابن طولون چگونه نجات داد. خوب دقت داشته باشید. احمد ابن طولون همینطور که از اسمش مشخصه فرزند طولون بود، ولی در اصل فرزند خوانده طولون بود. طولون رو در تاریخ نوشتن که پدر اوست، نوشتند در یکی از جنگ ها با ترک ها به اسارت حاکم بخارا و خراسان در آمد. والی بخارا به همراه بسیاری از غنایم جنگی و هدایا و غلام ها و کنیزان طولون را هم به عراق، به بغداد برای مأمون فرستاد. هدایایی فرستاد، من جمله اون هدایا که غنایم جنگی بود، طلا بود، جواهرات بود، غلام ها و کنیز ها بودند، طولون هم جزو این غلام ها بود. مأمون طولون رو به خدمت گرفت، کارهای متعددی به او سپرد. پس از مدتی متوجه شد که طولون با بقیه غلام ها تفاوت دارد، مسئولیت هایی رو به طور رسمی به طولون واگذار کرد و دید که از عهده همگی به خوبی برمیاد و عاقبت پس از مدت‌ها که مأمون طولون رو امتحان کرده بود در سمت‌های جزئی و مسئولیت‌های مختلفی که به او می‌داد، عاقبت او رو مسئول سپاه خودش کرد، یا به عبارتی برخی از مورخین نوشتن مسئول نگهبانان خودش کرد. طولون پدر احمد ابن طولون رو مسئول سپاه یا مسئول نگهبانان خودش کرد. در بغداد نوشتن که مدت 20 سال این سمت رو داشت طولون. خب به واسطه ارتباط‌های فراوانی که طولون با کنیزان و غلامان و خانواده‌های سپاهیان مأمون داشت یا خانواده‌های نگهبانان داشت، نوشتن که فرزندی متولد شد. یا اینکه نقل دیگر در تاریخ این هست که این فرزند متولد شده غلامان و کنیزکان دیگر بود، ارتباطی به طولون نداشت. در نتیجه به هر حال چه حاصل عمل نامشروع خود طولون بود چه دیگر افراد، به دلایلی مجبور شد طولون که سرپرستی این فرزند تازه به دنیا اومده رو قبول کنه. جریانش مفصله، بخونید در تاریخ. اسم این فرزند رو احمد گذاشت، فرزندی که از راه نامشروع متولد شده، حرامزاده است، اسمش رو احمد گذاشت و از اون پس دیگه احمد ابن طولون میگفتن، پسر طولون بود. و در مدتی که پدرش زنده بود همپای پدر بود در سمت هایی که پدر داشت، تا اینکه
بالاخره او هم بزرگ شد، جوان شد، همون دورانی که پدرش طی کرده بود در دربار مأمون، احمد ابن طولون هم طی کرد این دوران رو. سمت‌های مختلف به او واگذاری شد، از پس همه سمت‌ها به خوبی برآمد، تا اینکه خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، به تفصیل پیشنهاد میکنم بخوانید تاریخ زندگی احمد ابن طولون رو، ببینید که این دیکتاتور مصر که حرامزاده بود چگونه توانست خونهای زیادی بریزد و چه شرایطی در مصر فراهم آورده بود برای شیعیان، برای علویان، برای سادات بنی هاشم، و در چنین شرایط خفقانی خدای متعال چگونه لطف کرد به امثال محمد ابن علی مصری ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان برنامه سوژه امشب. دعای علوی مصری از جمله دعاهایی است که از امام زمان ما نقل شده که این دعا توسط امام زمان ما به یکی از سادات‌های بزرگوار که نسلشان یا نسبشان به امام علی علیه السلام میرسید و ساکن مصر بودن برایشان آموزش داده میشه و میفرمایند که شب جمعه بعد نصف شب دو رکعت نماز میخوانی و هدیه به امام زمان میکنی و رو به زانو میشینی و این دعا را میخوانی. که از آثار بی‌نظیر این دعا میتونیم بگوییم که ما را از بلاها و گرفتاری ها نجات میده، که خود زندگی کردن تحت حکومت حاکم ظالم از جمله بلاهاست که به ما وارد میشه، که با خواندن این دعا میتونیم از شر حاکمان ظالم هم در امان باشیم. تشکر میکنم از سرکار خانم مهدوی که از کابل وایس فرستادن. البته ایشون در وایسشون اشاره کردن که دو رکعت نماز رو هدیه میکنیم به امام زمان، در صورتی که دستور خواندن و قرائت دعای علوی مصری این چنین نیست. خدمتتون عرض میکنم. سلام میکنم به آقای عمران از تهران. سلام علیکم. وقتتون بخیر آقای عمران. شب شما هم بخیر. السلام علیکم آقا عبدالله. السلام علیکم آقا فضل عباس. به حضور شما که عرض کنم خدای متعال بر اساس وعده‌ای که تو قرآن داده دعاهای دعای کننده شو گفته مورد اجابت خودش قرار میده. بله. همونجوری که گفته از اونی استجب لک استجابت هر دعا بر حسب نوع دعا و دعا کنندش متفاوته. اینکه دعاهای سریع الاجابه خیلی ما داریم. بعد به حضور شما که عرض کنم یه سری موانع استجابت دعای ما هست. که حالا در گیرش حاکمان ظالم میافتیم. یکی این که ما خدای خودمون رو نشناسیم و حق اون رو ادا نکنیم، به درستی ادا نکنیم، یا دوچار معصیت‌های الهی بشیم. آقای عمران مستحضر هستید. سوژه امشب ما راجع به موانع استجابت دعا نیست، راجع به دعای علوی مصری. اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید، از کدام معصوم صادر شده، در کجا، در چه شرایطی به علوی مصری آموزش داده شد. در دفعه این اطلاعاتی نداشتم، ولی دعای مستجاب و دعوی که تمام دعاها که به درگاه خداوند استجابت می شود یه سری موانع باعث می شود، فکر می کنم که مورد اجابت قرار نمی گیره. احسنتون. تشکر میکنم آقای عمران از تماستون و پیشنهاد میکنم که بیننده ادامه برنامه باشید که اطلاعاتتون در این زمینه انشاءالله بیشتر بشه. تشکر میکنم از تماس شما آقای عمران از تهران. خدمت بیننده های محترم عرض کنم که به اینجا رسیدیم که فرزند طولون، یعنی فرزند خوانده طولون احمد، که از راه نامشروع به دنیا آمده بود، از طرف بنی العباس شد والی و حاکم مصر و شامات، یا اینکه ابتدا معاون شد و بعد کودتا کرد، به هر حال شد والی و حاکم شامات. احمد چون که اصالتی ترک داشت، از همکاری و همراهی ترک ها در حکومت بنی العباس بسیار زیاد بهره برد. خیلی حالا مطالب فراوانی نوشتن در تاریخ، خیلی استفاده کرد از این امتیازی که داشت برای رسیدن به مقاصد سیاسی خودش. از طرفی نوشتند که کودکی احمد ابن طولون در سامرا بوده و بزرگ شده سامرا بوده
و علاقه وافری به شهر سامرا زادگاه خودش داشت. پس از اینکه مستولی شد بر حکومت مصر و همه چیز طبق آنچه که او برنامه ریزی کرده بود پیش رفت و قدرت لازم رو به دست آورد، نوشتن که احمد ابن طولون شهری جدید در مصر بنا کرد. شهری جدید در مصر بنا کرد و اسم این شهر رو قطائع نامگذاری کرد. حالا دلیل نامگذاریش رو خدمتتون عرض می کنم و اینکه این شهری که تأسیس کرد و بنا کرد در مصر به نام قطائع، این شهر متشکل بود از محله های مختلف که به هر محله قطیعه گفته می شد و هر محله را اختصاص داده بود به گروهی خاص از لشکریان خودش. به عنوان مثال در تاریخ نوشتن قطیعه و سودان، محله سودانی ها که در لشکر احمد ابن طولون در خدمت لشکر احمد ابن طولون در مصر بودند، یا محله ای به نام قطیعه الروم، رومی هایی که در سپاه احمد ابن طولون و در خدمت او در مصر بودند. به همین منوال محله های مختلفی بود که این گونه نامگذاری شده بود و شهر به نام شهر قطائع نامگذاری شد به همین دلیل. نوشتن چون علاقه وافری به سامرا داشت، در معماری شهر جدیدی که تأسیس کرد از معماری باستانی و قدیمی و تاریخی شهر سامرا الهام گرفت. یکی از چیزهای مهمی که ساخت شهر قطائع بود در مصر. قصری بسیار وسیع و پهناور برای سکونت خودش ساخت. تمام جزئیاتش در تاریخ نقل شده، من فرصتم کم هست فقط تیتروار میگم و میرم جلو. همین قدر بدونید که قصر او 40 در ورودی داشت. به چه عظمتی چه قصری بنا کرد. در این قصر نوشتن حالا باغ وحش های متنوعی داشت، گونه های حیوانی متنوع آورده بود از کشورهای مختلف، از گل و گیاه نوشتن که از کشورهای مختلف گونه های مختلف گل و گیاه آورده بود. یک قصر با عظمت و با شکوه و جلالتی برای خودش بنا کرد. در کنار قصرش مسجدی به نام خودش بنا کرد، مسجد احمد ابن طولون. از جمله بناهای باستانی مصر شناخته میشه که تا الان هم باقی مانده. در این مسجد، در شهر قطائع، در قصر خودش، تمامی این بناهایی که ساخت از معماری سامرا الهام گرفت. همین الان اگر در اینترنت سرچ کنید مسجد احمد ابن طولون در مصر، میبینید که این مسجد شبیه ملویه ایست که در سامرا قرار دارد و وجود دارد که حالا جریانش مفصله. خدمتتون عرض کنم از آنجا که احمد ابن طولون دیکتاتوری بی نظیر بود در وقت خودش، از سیاستهای مختلفی استفاده کرد. یکی از مواردی که استفاده کرد و تا الان برخی از، خوب دقت کنید، تا الان برخی از مورخین اهل تسنن از او دفاع می کنند به خاطر همین کارهایی است که انجام داد. یکی به خاطر شهری که ساخت، خدمتی که به کشور مصر کرد، بناهایی که ایجاد کرد که مفصل نوشتند، و به کار گرفتن مشهورترین و محبوبترین قاضی وقت آن زمان، اوورد همه را از بغداد، از کشورهای دیگر اوورد در مصر کنار خودش، به کار گرفت اینها رو که از حمایت جمیع اقشار مردم برخوردار بشه در ظلم هایی که میخواد انجام بده. یکی از مشهورترین قاضی های وقت که به نام بکار ابن قطبه بود، قضاوتش بر پایه فقه اهل تسنن بود رو به کار گرفت. مهمترین محدثین آن زمان رو
یکی از اونها ربیع ابن سلیمان مرادی بود که از شاگردان شافعی بود به کار گرفت. مهمترین مورخین وقت رو به دربار طلبی، تمامی اینها رو، عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبدالحکم اولین کسی هم بود که تاریخ مصر رو نوشت. از هر قشری و به ویژه کسانی که محبوبیتی در قلب مردم داشتند استفاده کرد برای بنا نهادن پایه‌های حکومت ظالمانه خودش. یک موردش رو عرض کنم از مورخین. ذهبی در سیر و اعلام نبلا می نویسه، البته مثل بسیاری دیگر از مورخین اهل تسنن، تعریف و تمجید می کنه از احمد ابن طولون که چه خدمتهایی به کشور مصر کرد. و بگذاریم، در آخر همین ذهبی در سیر و اعلام نبلا می نویسه که تمام تعریف ها و تمجید ها رو که از احمد ابن طولون میکنه در دو کلمه آخر کار مینویسه: لکنه جبارون صفاکن لدماء. کلی تعریف و تمجید، دو کلمه آخرش مینویسه: لکنه جبارون صفاکن لدماء. با همه این خدماتی که داشت، ولی احمد ابن طولون دیکتاتوری بسیار خونریز بود. تا همین الان به خاطر خدمات ظاهری که داشت احمد ابن طولون و اون سیاستی که به کار برد، تا همین الان بسیار از مورخین اهل تسنن از او به نیکی یاد میکنند. میگن بله، خب مخالفینی داشت، منتقدینی داشت و مجبور بود اونها را از سر راه برداره. تبرعش میکنند. چگونه؟ چه سیاستی رو به کار بود؟ همین ذهبی در سیر، من یک نمونهش رو فقط دارم عرض میکنم به عنوان نمونه که برید تاریخ رو مطالعه کنید. همین ذهبی در سیر و اعلام نبلا نوشته تعداد کشته شدگان از مخالفین و دشمنان احمد ابن طولون در زندانها به 18,000 نفر رسید. حواستون هست بینند آقای محترم، دشمنان احمد ابن طولون مخالفین چه کسانی بودند؟ سادات بن زهرا، علوی ها، محبین امیرالمؤمنین، شیعیان امیرالمؤمنین و برخی از دشمنان سیاسی وی. سیر و اعلام نبلا می نویسه 18,000 نفر در زندان های احمد ابن طولون کشته شدند. دفاع هم می کنن ازش. بگذاریم، مطلب بسیار مفصل هست. معمولا سرسخت ترین منتقدین و سرسخت ترین دشمنان خودش رو در برکت السباع می انداخت که جلوی شیران درنده و گرسنه و دیگر حیوانات درنده ای که داشت می انداخت که اونها رو تکه و پاره بکنن و بدن نیمه جان اونها رو بعضا در رود نیل می انداخت و رها می کرد. چند مرتبه علوی ها که فرزندان امیرالمؤمنین، نوادگان امیرالمؤمنین بودند و شیعیان و محبین امیرالمؤمنین از مصر اخراج شدند. آخرین مرتبه قبل از به حکومت رسیدن احمد ابن طولون در تاریخ نوشتن این کار انجام شد. تعداد اندکی از علوی ها از فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام توانستند مخفیانه در مصر باقی بمانند و زندگی کنند. یکی از اون تعداد اندک که طبیعتاً شیعیان راسخ و متدینی هم بودند که توانستند مخفیانه در یک چنین حکومت دیکتاتور و مقتدری به حسب ظاهر دوام بیارن و زندگی کنن، یکی از این شیعیان و فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامش محمد ابن علی بود. همین دعای علوی مصری مشهور به ایشان آموزش داده شده از فرزندان امیرالمؤمنین بود، محمد ابن علی، که چون در مصر زندگی می کرده، سکونتش در مصر بوده، مصری به او می گفتن و چون از فرزندان امیرالمؤمنین بوده علوی به او می گفتن، لذا دعایی که به او آموزش داده شد دعای علوی مصری نام گرفت.
چقدر من فرصت دارم کارگردان به من اطلاع بدید؟ خب متاسفانه خدمتون عرض کنم بسیار مفصل هست. من این تاریخ احمد ابن طولون رو خیلی خیلی مختصر و تیتروار براتون عرض کردم که ببینید در چه شرایطی بوده محمد ابن علی مصری، همین شخص علوی مصری در چه شرایطی بوده، شرایطی که تمامی اولاد بنی زهرا، تمامی اولاد امیرالمؤمنین سادات و محبین و شیعیان اون حضرت سرکوب می شدند و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گرفتند، اونها رو به زندان می انداختند و بسیاری از قیامها را سرکوب کرده بود احمد ابن طولون و به خاطر این سرکوب همه از او می ترسیدند، خودی و غریبه و دوست و آشنا از او می ترسیدند و به خاطر ترس اطرافیان به او احترام می گذاشتند. یکی از ویژگی های مشترک بین همه دیکتاتورها در طول تاریخ این هست که احترام اطرافیان به این شخص حاکم ظالم و دیکتاتور به خاطر ترس از اونهاست. سلام میکنم به آقای مهدی از تهران. سلام آقا. علیکم السلام، وقتتون بخیر. آقا نمک عذرخواهی میکنم از بیننده های محترم که برخی سوء استفاده می کنند از این تریبون آزادی که در اختیار همه بیننده های محترم قرار داده شده و به جای اینکه صحبت خودشون رو منطقی بیان بیان کنند با فحاشی که نمیدونم حالا دلیلش چی هست. عرض کنم خدمت شما بیننده های محترم، یکی از این فرزندان امیرالمؤمنین که توانسته بود مخفیانه در مصر زندگی کنه محمد ابن علی بود، علوی مصری. در تاریخ نوشتند که سپاهیان اطلاعاتی احمد ابن طولون در اون وقت، این خصوصیت و ویژگی مشترک همه دیکتاتورهاست، در طول تاریخ ببینید از معاویه و بنی امیه و بنی عباس و همه دیکتاتورها این ویژگی رو دارند، برای حفظ حکومت ظالمانه خودشون دست به دامن نیروهای اطلاعاتی میشن که در چند لایه مفصل هست جریانش، در طول تاریخ مطالعه بفرمایید. در چند لایه نیروهای اطلاعاتی قرار میدن برای جاسوسی میان مردم و اینکه نبض جامعه به یک وضعیتی در دستشون باشه. به اصطلاح سپاهیان اطلاعاتی احمد ابن طولون پرونده قطوری تشکیل دادن نزد حاکم وقت احمد ابن طولون در مصر بر علیه محمد ابن علی مصری که از نوادگان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. یک پرونده قطوری تشکیل دادند، هر چی اتهام بود، هر چی انگ بود، هر چی برچسب بود، هر چی که می توانستند جمع آوری کرده بودند، پرونده قطوری، تا اینکه احمد ابن طولون دستور داد که دستگیرش کنید. یک چنین کسی جرأت کرده از علوی ها در حکومت من احمد ابن طولون با این ید بیضا جرأت کرده در حکومت من زندگی کنه، فعالیت کنه، از نوادگان علی ابن ابی طالب دستگیرش کنید. دستور رسمی صادر شد که دستگیرش کنند، در برکت و سباع بیندازندش، حیوانات درنده بدنش رو تکه پاره کنند و بدن نیمه جان یا مرده او را در رود نیل بیندازند. این حکمی که صادر شد و تاریخ ثبت کرده بر علیه محمد ابن علی مصری. خب شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم کیس هستند. یکی از صفات و ویژگی های مؤمن، المؤمن کیس فطن. از راه های مطلع شد محمد ابن علی مصری که حاکم ظالم و دیکتاتور وقت قصد جانش رو کرده. به قصد حج از مصر خارج شد، اما مخفیانه از مصر به سوی حجاز حرکت کرد به قصد حج و پس از به جا آوردن حج از حجاز به عراق رفت. بهتره بگم به عراق آمد، شهر مقدس کربلا.
به قصد زیارت سید الشهدا علیه السلام وارد شهر مقدس کربلا شد. خود محمد ابن علی مصری می نویسه به قدری عرصه بر من تنگ آمده بود با این حکمی که بر علیه من صادر شده بود توسط دیکتاتور وقت احمد ابن طولون، دیگه جای ماندن من در مصر نبود، حتی مخفیانه نمی توانستم بمانم، پناهنده شدم به مولایم سید الشهدا علیه السلام. خوشا بر احوال اون کسانی که در مشکلات و گرفتاری ها پناهنده به اهل بیت علیهم السلام میشن. یه پناهنده شدم به امام حسین علیه السلام. مفصله، وقت من کم هست. 15 روز متاسفانه، بله کارگردان اعلام کردن که 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. محمد ابن علی مصری میگه 15 روز در این مکان مقدس، در شهر مقدس کربلا سکونت گزیدم، شبانه روز حرم مولایم سید الشهدا علیه السلام بودم، تضرع می کردم، ناله و زاری می کردم، زجه می زدم تحت قبه سید الشهدا علیه السلام که من را از ظلم احمد ابن طولون، این دیکتاتور بی بدیل، نجات بده یا ابا عبدالله. روز جمعه ای بود که مشرف شدم خدمت آقا و مولایم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، وجود مقدس و نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به محمد ابن علی فرمودند که جدم حسین به تو سلام میرساند و میفرماید فرزندم از چه به ما شکایت کردی؟ عرضه داشتم یبن رسول الله، آقا و مولای من یبن الحسن، از جور و ظلم حاکم دیکتاتور وقت احمد ابن طولون. امام زمان فرمودند چرا متوسل نمی شوی به دعایی که انبیاء الله به واسطه این دعا در شداید و گرفتاری ها متوسل و متضرع به خدای متعال می شدند و نتیجه می گرفتند؟ عرض کردم یبن رسول الله، آن دعا چیست؟ حضرت دعایی به من آموزش دادند که بعدها مشهور شد به دعای علوی مصری. این دعا دعای بسیار مفصلی است بیننده های محترم، آداب خاصی دارد، هر زمانی نمیشه این دعا رو خوند. مهمترین اثر این دعا همونطور که در شأن نزولش و صدور این دعا آمده، برای رهایی از شر حاکم ظالم و دیکتاتور هست، برای رهایی از ظلم ظالمین این دعا خوانده میشه، که البته اثرهای دیگری هم داره، مجرب و سریع الاجابه هست، برای رهایی از بیماری ها، گرفتاری های مختلف. مؤمنین در طول سالهای متمادی متوسل به این دعا میشوند و جواب میگیرند. این دعا رو حضرت فرمودند که شب جمعه غسل میکنی، شب جمعه غسل میکنی، نماز شب میخوانی و پس از آن سجده شکر به جا میآوری و به روی زانوی خود مینشینی، همان حالتی که به روی زانوی خود هستی پس از غسل، پس از نماز شب، پس از سجده شکر، در همان حالتی که روی دو زانو نشستی این دعا رو بخوان. جریانش مفصله، تا اینکه محمد ابن علی، همین شخص علی علوی مصری، میگه که این دعا رو خواندم به دستور امام زمانم و سفارش سید الشهدا علیه السلام، و فردای آن روز باز خدمت حضرت مشرف شدم. حضرت فرمودند به مصر برگرد که دعای تو مستجاب شد، از شر آن حاکم دیکتاتور رهایی یافتی، او کشته شد و میتونی آزادانه در مصر به زندگی خودت ادامه بدی. جریانش مفصله. در راه بازگشت به مصر، یکی در اردن یا
حالا شهر دیگری که در خاطرم نیست، میگه که یکی از همسایه‌های خودم رو که با من مخفیانه در مصر زندگی می‌کرد دیدم، پرسیدم از او در این چند ماهی که من در مصر نبودم چه اتفاقی افتاد، توضیح داد تا اینکه به اینجا رسید. فلان شب جمعه، خوب دقت کنید، فلان تاریخ گفت، ساعت، فلان شب جمعه احمد ابن طولون را کشتند، سر از بدنش جدا کردند و بدن او را در رود نیل انداختند. میگه من محاسبه کردم، تاریخ و زمانی که داده بود دقیقا همان تاریخی بود که من در حرم مولایم سید الشهدا علیه السلام متوسل شدم به آن حضرت و به دستور امام زمان و سید الشهدا دعای علوی مصری را خواندم. دقیقا همان تاریخ، همان زمان، همان لحظه. لذا مورخین و محدثین می نویسند دعایی سریع الاجابه. این دعا توسط علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار نقل شده، همچنین سید ابن طاووس در کتاب شریف مهج الدعوات نقل کرده. و بیننده های محترمی که میخوان به صورت ساده تر به این دعا دسترسی داشته باشن، میتونن به واتساپ برنامه هشتگ سوژه پیام بدن. پی دی اف این دعا، متن دعای عربی و ترجمهش رو دوستان ما در روابط عمومی برای شما ارسال میکنن. تشکر میکنم از همراهی شما بیننده های محترم. انشاءالله با این برنامه‌ای که داشتیم، بدانید در هر کجا که هستید، هر چقدر که ظلم باشه، هر چقدر که مشکلات باشه، روزنه امید هنوز هست. متوسل به امام زمان بشید و توسل کنید به سید الشهدا علیه السلام. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.